سلام به شما برعکس خفن، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو میخوام در مورد یک موقعیت صحبت کنم، یه موقعیتی که ایجاد شده واسه بچه‌هایی که پول ندارن اکانت وارویتین رو بخرن، یا اینکه بند شدن و میخوان دوباره اکانت وارویتین بخرن ولی پول ندارن که بخرن، یا به هر حال واسه دوستانی که خیلی دوست دارن ورلد اف وارکرافت بازی کنن، دوست دارن که بیان توی این محیط حالا یه درآمدی دست به دست بیارن، یه گلی بتونن تو بازی به دست بیارن، ولی خب تا الان شرایطشون نداشتن. چون همونطور که میدونید بچه‌ها، وارویتین به شدت گرونه، نزدیک 4 5 میلیون تومان بعد به سولفید، بعد با این وضعیت بنایی که هست یه خورده خطرناک و ترسناک هم هست. ولی امروز تو این ویدیو در مورد یه مسئله دیگه میخوایم صحبت کنیم، میخوایم در مورد نسخه های کلاسیک صحبت کنیم. این ویدیو رو با من همراه باشید. من خودم رفتم توی بازی بچه‌ها تست کردم و تستی که خودم انجام دادم و میخوام بهتون نشون بدم میتونه بهتون خیلی کمک بکنه. خب بچه ها، این که دارید میبینید نتیجه یک ساعت، ببخشید میگم یک ساعت، نتیجه نیم ساعت فارم کردن منه. خب ساعت 3:04 صبح بود که سرورهای وارویتین شاددان شد و من اینجوری بودم که خب حالا چیکار کنم آجی، میخوام گیم بازی کنم، اول گیم هم چه گویی بخوریم. و دیدیم که خب آقا سرورهای کاتاکالیسم کلاسیک هنوز شاددان نشده و من وارد بازی کاتاکالیسم کلاسیک شدم. یه هیرو خسته اونجا دارم که روش هربو ماین داره. رفتم تو مپ اولدوم و شروع کردم هربو ماین کردم، همون روتیشن قدیمی که حالا تو کاتا هربو ماین میکردیم. نیم ساعت الا 40 دقیقه من هربو ماین کردم و این هربو ماینیه که من تو نیم ساعت الا 40 دقیقه به دست آوردم. خب بریم جلوتر، بریم میرم ازم وقتی میذارم تو اکشن هاوس. خب من اینا رو یکی یکی میذارم تو اکشن هاوس، اینطور که دارید میبینید میذارم رو 12 ساعت. بریم جلوتر، همه آیتم رو که میذارم تو اکشن هاوس. خب و در کل یه چیزی هلوهوش 1600 گولد شد. خب توی نیم ساعت الا 40 دقیقه، توی یه ساعت به نظر من شما 2000 گولد یا 3000 گولد، 3000 گولد به نظر من میشه به دست آورد. خب شاخی من توی نیم ساعت 1600 گولد به دست آوردم، توی یه ساعت 3000 گولد میشه به دست آورد، ما اصلا بگیم 2000 گولد. خب یعنی یه چیز هلوهوش 30000 تومان تا 45000 تومان با قیمت گلدی که الان داره کاتاکالیسم کلاسیک حدودا 16-17000 تومانه. اینم بگم که من این ویدیو که گرفتم توی رلم ونوکسیز بوده، شاید قیمت ها تو رلم های دیگه متفاوت باشه، ولی در کل چیزی که من متوجه شدم الان از طریق کاتاکالیسم کلاسیک شما میتونید حدودا ساعتی 40000 تومان به دست بیارید. خب که 100% به پای وارویتین نمیرسه. الان شما تو وارویتین میتونید ساعتی 50-60000 گولد به دست بیاری، حتی بیشتر، خیلی شاید بیشتر هم دارن در میارن. خب من خونه پایینش گرفتم، ساعتی 50-60000 گولد چیز هلوش 100000 تومانه در حال حاضر و خب دو سه برابر پولی که شما از کاتا میتونید با فارم کردن به دست بیارید. در مورد فارم صحبت میکنیم بچه‌ها، بوست و نمیدونم جی دی کی پی و چیزهای دیگر اصلا بهش کاری نشه. در مورد ایزی ترین روشی که میشه از سو بازی گولد در آورد و کسی که خب به اکانت 0 کیلومتر بزنه بتونه سریعا به این مرحله برسه. الان کاتاکالیسم کلاسیک قیمتاش خوب شده. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که فیز 3 کاتاکالیسم کلاسیک بچا که یکی از مهمترین فیزهای کاتاست و یه جورایی اصلا کاتا از فیز 3 شروع میشه، چون اصل کاتاکالیسم کلاسیک رید فایرلند و رید فایرلند از فیز 3 شروع میشه که اینجا همونطور که میبینید نوشته توی اکتبر 2024 قرار فیز 3 بیاد و ما اگه یه نگاهی به تایم بندازیم، امروز که داریم ویدیو ریکورد میشه 26 سپتامبر 2024 و حدوداً 4 روز تا یک هفته دیگه ما وارد اکتبر 2024 میشیم. هنوز بلیزارد تاریخ دقیق انتشار فیز 3 کاتاکالیسم کلاسیکو نگفته، ولی از همین که ما الان به فیز 3 نزدیک شدیم یا به زودی فیز 3 میاد، این یک موقعیتی رو ایجاد کرده. شاید کاتاکالیسم کلاسیک یک ماه پیش ساعتی 20000 گولد بهتون میده، 20000 تومان یا 15000 تومان بهتون میداد، الان درآمدی که از کاتا میشه داشت نسبت به دو سه ماه پیش دو سه برابر شده و واسه همین تایم هم هستا کاتا خیلی بالا پایین داره بچه‌ها. شاید اگه شما این ویدیو رو دو سه هفته دیگه میبینی قیمتای خورده بالا پایین شده باشه، پس به من خورده نگیرید، ولی در حال حاضر کاتاکالیسم کلاسیک واقعا موقعیت خوبیه واسه بچه‌هایی که پول ندارن وارویتین رو بخرن. قطعا وارویتین بهتره، یا اکانتشون بند شده دیگه دوباره پول ندارن بخوام وارویتین رو بخرم، میخوان از یه روش دیگه پول در بیارن که بتونن دوباره اکانت بخرن یا هر کار دیگه ای بکنن. خب چون کاتاکالیسم کلاسیک رو شما تنها با داشتن فقط یه دونه گیم تایم میتونید بازی بکنید و فکر کنم الان گیم تایم 670000 تومان باشه که اشتباه نکنم،
دو ماهش 1400، یه ماهش 600-700 هزار تومانه. حالا اینجوری شما با پرداخت 600-700 هزار تومان میتونید وارد بازی شید. اگه هم اکانت داشته باشید میتونید حالا از بلیزارد به بلیزارد تیکت بدید، بهتون مثلا 24 ساعت تایم بده بیاید تو بازی، گلد تو خود بازی مثلا کاتا رو بگیرید، از تو بازی کاتا واسه خودتون گیم تایم بزنید که حتی ارزون تر هم در میاد. یه پوینت دیگه ای هم که هست در مورد سیزن اف دیسکاوری میخوام صحبت کنم که امروز که داره این ویدیو منتشر میشه، فیز 5 یا آخرین تقریبا میشه گفت آپدیتی که قرار واسش بیاد اومده، تفکرام فیز 6 هم داره، ولی خب یه جوری میشه گفت آخرین آپدیت دیسکاوری هم اومده و سیزن اف دیسکاوری هم میتونه موقعیت خوبی باشه. من خودم وقت نکردم تست کنم، ولی از اونجایی که فیز جدیدش اومده اونم باید خوب شده باشه. بچه‌ای که دیسکاوری بازی میکنن میتونن تو بخش کامنت بریم ببینن که آقا دیسکاوری خوبه یا نه، وقتی چه وضعیتیه. ولی در کل در حال حاضر بچه‌ها نسخه های کلاسیک ورلد اف وارکرافت در حال جون گرفتنه. خب و شما اگه پول نداری بیای یه کله وار ویتیم بازی کنی، میتونی بری سراغ نسخه های کلاسیک، که در مورد نسخه های کلاسیک من آموزش دارم در مورد کاتا یا سیزن اف دیسکاوری توی چنل آموزش هست، کافیه به قسمت پلی لیست چنل وارد شید و حالا آموزش های صرف تا صدی که واسه هر کدوم از این نسخه ها گذاشتم رو دنبال بکنید. فقط خواستم توی این ویدیو خبر رسانی بکنم که آقا کاتا در تا حد خیلی زیادی الان وضعیتش خوب شده، سیزن اف دیسکاوری هم به نظرم تا حد خیلی زیادی باید وضعیتش خوب شده باشه و دوستانی که نمیتونن وارد وارویتین شدن برن سراغ این نسخه، گرچه وارویتین در حال حاضر قطعا بهتره.